مجموعه بعدی دو تا صدای شهر بود دوباره که جفتش موتورسیکلت داشت، ولی موتورسیکلت اول تو ایران بود و برگرفته از همون ویدیوی صدا پرسه‌ای بود که مال بازار بود و خب خوشایندیش 6 نفر نسبتاً ناخوشایند، 2 نفر بسیار ناخوشایند و معناداریش پراکنده است، ولی باز اکثریت روی نسبتاً معنا دارن. باز می‌بینیم اینجا یعنی معنادار میتونه مثبت یا منفی انگار باشه و اینجا منفی بوده به نوعی، در صورتی که اومدیم توی یه شهری مثلا یه جایی توی اروپای شرقی فکر کنم یه سری موتورسیکلتن که ویدیو اونم فرستادم، خیلی دارن که با هم دارن اشغال میکنن، با موتور رو دور میزنن، موتور گران قیمتی هم دارن و اینا، و خوشایندیش با این حال به لحاظ صوتی یعنی ناخوشایندتر از اون، و دو نفر حالا خونسا بودن یه نفر نسبتا ناخوشایند. خب این برای منم خیلی جالبه چون خیلی وقتا تو ایران آدم فکر میکنه که وای موتور، در صورتی که میری توی شهر اروپایی میبینی که خیلی بدتره وضعیت موتور، ولی معناش فرق داره، یعنی اکثریت تو هر دوتا روی نسبتا معنا دارن، ولی این ور بارش خیلی رفته سمت بسیار بیمعنی. این یعنی چی؟ یعنی میتونیم آیا اینا رو مقایسه کنیم با هم؟ چطوری میشه یه برداشت جمع بندی کردیم دو جور صدا رو؟ چیزی که برای خود من همیشه در رابطه با صدای موتور هست اینه که در کنار صدای موتور یه سری مفاهیم دیگه هم بهش سنجاقه، مثل دزدی توی خیابون یا کیف قاپی که همیشه درگیر هستیم توی فضا و با موتور خب خیلی اتفاق میفته دیگه، یا مثلا حالا جامعه خانوما خیلی بیشتر که آزار و اذیتایی که موتور سوارا میکنن، یا همین جوری که توی مسیرهای مختلف به خاطر حجم کم موتور نسبت به ماشین مثلا میپیچن میرن، همیشه بیشتر از این که صدای موتور باشه شاید تو مرحله اول همون مفاهیمی که بهش الحاق شدن رو من به یاد میارم و همین باعث میشه که هر چیز دیگه مرتبط با این رو برای من ناخوشایند کنه. حالا دید خود من همینه، ولی برای موتورهای اروپایی یا مثلا حالا شهر دیگه که ایرانی نیست، چون اون مضامین دیگه توی ذهن من هیچ وقت تداعی نمیشه، شاید برای من خونسا باشه صداش، هرچند دسیبل خیلی بالا یا پایین داشته باشه فرقی نداره، برای من ناخوشایند نیست چون که اصلا مضمون دیگه من شناخت ندارم. شاید علتش این باشه که ما مواجهه با دوتا جامعه رو نداشتیم، فقط یکی رو، و علتش شاید اینجا خودش رو مشخص کنه. دقیقاً، یعنی این نشون میده که فرض اگه ما یک ساوندسکیپ استادی داشته باشیم که توش صدای موتور رو بخوایم بررسی بکنیم و راجبش مقاله بنویسیم، این نمیتونه یک مقاله جهانی باشه، نمیتونه یه چیز بین‌المللی محسوب شه. برای چی؟ برای اینکه به نظر منم محدود به همین بافت فرهنگی اقتصادی، و این مثال به خصوص به خاطر اقتصادی زدم چون موتورسیکلت تو ایران برای من نماد به نوعی اقتصاد ضعیفه، چون ارزان‌تر از ماشینه، گذشته از مسائل ترافیک و سریع‌تر بودنش، ارتزاق روی موتورسیکلت برای من یه کار خیلی سختیه توی ذهنم، در صورتی که خب خیلی ممکن ماشین داشته باشن و موتورها موتورهای کوچیک و ارزونی هستن نسبتاً توی ایران، در صورتی که وقتی میایم توی کشورهای خارجی که مرفه‌ترن خب موتورسیکلت الزاماً ایتالیا رو مثلا کاری ندارم، یا مثلا روسیه و اروپای شرقی کاری ندارم، ولی کشوری مثلا آلمان، انگلیس، موتورسیکلت یک وسیله تفریحی و زندگیه. مثلا تو فصل سرما کسی نمیره موتور سواری، در حالی که تو ایران فصل مهم نیست و بعد کارتو بکنیم با موتور، و موتورها گرونن و خیلی بزرگن و خیلی یکی چیز به نوعی لاکچری محسوب میشن، و این خودش نشون میده که بافت اقتصادی روی ادراک صدا میتونه چقدر تاثیر داشته باشه، چون اون بافت باعث شده که موتورها توی اون شهر اون کارها رو بکنن. حتی همین دزدی که شما مثال زدید که خیلی مثال جالبی بود، کیف قاپی، خود همین از همون بافت اقتصادی داره میاد، یعنی اینقدر اینا با هم عجین هستن. و باز به مفهوم بقا من دوست دارم برگردم، اینی که صدای موتور میاد خودتو جمع میکنی، خانم ها تجربه متفاوتی دارن، آقایون همینطور، ولی در هر صورت این نیست که یک صدای موتور من در امنیت کاملم، اینجوری که وای صدای موتور الان یه خطر تهدیدم میکنه، و باز این توی همون ریشه های اقتصادی فرهنگی این بقا، در صورتی که همین صدا توی کشور اروپایی ممکنه فرق کنه، با شما کسی کاری نداره، موتور داره زندگیشو میکنه، تفریحشو میکنه، حتی صدای خوشایند. این چیزی بود که خب خیلی دوست داشتم واسه همین این موتورا رو گذاشته بودم.